در سایر از خلاقیت را دیدیم و همین یک جا که از کریستیانو رونالدو را بازسازی کرد، گرچه خیلی موضوعات شباهت به رونالدو نداشت اما کارش بسیار فوق‌العاده بود. آنچه که از مو ساخت، ما با سیار جان صحبت میکردم، کفشش خود قسمت که شنگاک هست کف بود، بسیار یک چیزی که کلانتر شده بود از پیش، ولی در کل فوق‌العاده بوده. یک اثری که این همه زحمت کشیده میشه، خب قطعا اگر زمان طولانی تر میداشت میتونست قطعا یک چیز بهتر بذاره. حالا هم میریم سراغ سیار احمدیار، همکار دوست داشتنی و رسام دست بالای ما. ببینی که نقاش میگیم رسام، از خودش باز میپرسیم که امروز چی آماده کردن. سیار عزیز سلام، خوش آمدید. سلام تورو جان، خدمت شما و تمام بیننده‌ای که بیننده ما هستن. انشالله خوب و سعدمند باشی. حالا ما نقاش بگیم یا رسام، کدام باشه؟ نقاش و رسام فقط فرقش دمی است که رسامی با پنسل و رنگ میشه، ولی نقاش که از باز با رنگ بازی رنگ میکنه. حالا ما باید بگیم رسامی. فعلا رسامی است. بله. خب امروز چی میخوای برام رسم کنی؟ ما قبل از قبل یک اسکیچ داریم بنابر زیقی وقت ما و فعلا فقط روی رنگ ها کار میکنیم. یک طبیعت داریم، بازم یک قایق است، یک دریا است و یک منظره است. روی کار شروع میکنیم. طبق عموم ما کار را باید از قسمت بالا شروع کنیم. از قسمت آسمان کار خود را آغاز میکنیم، همین قسم آیسته آیسته باز پایین میریم. خب اسکیچ که آماده کردیم میتونیم رنگ و میزیش امروز خوب به طب دلتان. بله، به مخاطر اسکیچ را ما قبل از قبل انجام دادیم تا بتانیم رنگ ها را خیلی با جزیات و دیتیل برای دوستا کار کنیم. تا دوستا هم ببینند که هر قد ما جزیات را بیشتر کار کنیم، با دیتیل کار کنیم، با ظرافت ها کار کنیم، اما قدر کار ما زیبا و عالی میه. سیر جان، یک سوال بر من جالب است. فکر که نویل از شما یک رسم بسیار مهم دارین. اما عصبانیت در رسامی چه قسمی میکشیم؟ عصبانیت را با خطهای درشت و زخیم. هر قد نه، منظورم عزیز که چهره نفر نه. بله. فکر که خود دمیل از خدای نخواسته عصبانی استی، رسم هم زیر دستش. چی خواد آمد؟ گفتنی با خطهای زمختر قدر ما عصبی باشیم، اما قدر خطهای ما درشت و تیز می باشم. ما یک سبک داریم در نقاشی به نام اکسپرسیونیزم. اکسپرسیونیزم که هست همون احساسات درونی را، پرخوشگری را بیشتر جلوه می در رسامی. و یک سبک دیگه است به نام فویزم، کو سبک یعنی وشیگری. به خاطر او را وشیگری میگن که بیشتر از رنگ های تیز، از رنگ های یعنی زمخت و درشت استفاده میشه. او را نقاش های بیشتر استفاده کردن او سبک ها را که حالت روانیشان خوب نبود، به مو خاطر امو سبک ها ایجاد شد. حالا در این قسمت که چوب رسامی کردی او را همدن همو تو کشیدی یا خود تصبانی بوده که دول آمده خطش؟ کدام چوبه؟ همه قسمت چوب است فکر میکنم، نه؟ ایره خیر از با درنگ جور میکنیم، در اسکیچ حتما یکم خود اول از کم عجله کردیم. عجله کردیم، فعلا با جورش میکنم. امروز هم قایق داریم؟ بله، امروز هم قایق داریم. امروز قایق استایل سابقه است دیگه. دقیقا از قایقای مسابقات قایقرانی که می تصویر فرق میکنه دیگه جزئیاتش. ولی قایقایی که استفاده میشه امروز کم ویژه‌تر است، کم امکانات بهتر داره. اما قایقی که سیار جان قصد داره برام بکشه، خب از نگاه رسامی و چیزی که دوست داره او رو برام میکشه. ما در رسامی بیشتر خوستنی رسما را کار میکنیم. رسمای رومانتیک است، رسمایی است که بیشتر در خیالات خود ما تو در تخیل خود، در تصورات خود میداشته باشیم، بیشتر از او رسم استفاده میکنیم. خب این قسمت کوه هست؟ این قسمت هم کوه و صحرا ها است که از دور نمایان است. بعد با رنگ ها میپوشانیم. چاله است. ما زنگ های مختلف میتونیم استفاده کنیم تا رسم زیبا و مقبول بیه. میوه ها رو کدام تار رفت خوب برجسته نقاشی کردی که باز کدام تار بازی داده باشید پیش روید؟ نخیر نه، تا فعلا دوت نرسیدیم و قدر کارم نکردیم با جزیات دیتیل، ولی یکی از داستانهای نقاش ها است که زمان به یک رستوران رفته بود و دمو ظرف که غذا را خورده بود، بعد از او باز نقاشی کرده بود پول را. زمانی که گارسون بعد از اینکه او رفته بود آمده بود، هر قدر یعنی او قدر دقیق رسامی کرده بود که مو پول به شکل واقعیش بوده. هرچی تلاش کرده که پول به دست نیاورد. پول به دست نیاورد، ولی بعد اون اثر بسیار زیاد به قیمت گزاف فروخته شد. فایدهش دو برابر. فایدهش به مصاحب رستوران دو.
رنگ ها اکثر انتخاب خود فرد است. دقیقاً رنگ ها به ذوق فرد است که از کدام رنگ ها بیشتر میتونه استفاده کنه، کدام رنگ ها را بیشتر دوست داره. هر رنگی که بیشتر دوست داره در نقاشی های خود میتونه استفاده کنه. حتی از این رنگ ها نقاشی های فرد میشه تشخیص شوه، هم سبک کاریش تشخیص شوه. بعض نقاش ها از رنگ های گرم عموما استفاده میکنه، بعضشان از رنگ های سرد استفاده میکنه. کمی رنگ ها از باعث از این میشه که تشخیص شوه سبک کاریشان. یک از اثرهای معروف جهان که است سیار جان، اسمش فراموش شده، حتی تحقیق هم سرش شده نه؟ کدام اثر است؟ فراموش شده. یک از مردهایش نشسته در قسمتش که فکر میکنم یا روی میز غذاخوری نان میخورن، پشت سرش یک تصویر است. رسم شام آخر است از لئوناردو داوینچی. فکر کنم بر داوینچی. از لئوناردو داوینچی است. شام آخر که حضرت عیسی را کار کرده، اون شامی که بعد از او باز کشته میشه حضرت عیسی. تأثیرم کرده، تحقیق کردن که چی تعریفی داره این تصویر. بله، آیی فعلا که کار کردن که یک کمپوزیشن مثلثی استفاده شده مکمل در اون رسم، در اون نقاشی، و خیلی دقیق کار شده. حالت هر فرد ما جداگانه میتونیم بیان کنیم که هر فرد یک حالت مختصر به فرد خود داره در اون نقاشی. یک اثر ساده پس میتونه که بسیار اثر مهم هم باشه؟ مثلا موضوع پول داره؟ یک رسم از امیل نقاش مشهور لئوناردو داوینچی، یک رسم دیگه است که لبخند جوکوند خیلی معروف است، یک خانم است مونالیزا که نقاشی را کار کردن، که فعلا میبینیم که او حالت را که بیان کرده دمو خانم دمو نقاشی، یعنی هم حالت جگرخونی را دمو نمایان میسازه، هم حالت لبخند، یک حالت لبخند مرموز را نشان میده که تا فعلا هم را تحقیق میکنن که چیگونه کار شده. اون نقاشی قسم کار شده بود که زمانی که فرمایش برای لئوناردو داوینچی آمده بود، لئوناردو داوینچی خیلی پیر بود تو وقت، یعنی آخرین رسمایش بود. او رسم در حدود بسیار وقت کم کار کرد. بعد از او که خانم رفت، دوباره رویش رسم باز تقریبا 4 سال رویش تخیل کار کرد. او رسم که فعلا نست تخیل است، تقریبا 4 سال رویش کار شده. درست. قایق ما فکر میکنم این طرف پیش رویش است. بله، این طرف پیش رویش. اون طرف پیش رویش است؟ نه، این طرف پیش رویش است. اما رو گفتم نه؟ تازه از آب بیرون کشیده نشد. بله، و در این قسمت صخره است. جان چقدر خودت در رسامی هایت با طبیعت نزدیک هستی؟ یا بیشتر میری به طرف موضوعات دیگر هم؟ قبلا بیشتر روی موضوعات کار میکردیم، روی هنرهای مفهومی و کانسپچوال ما بیشتر کار میکردیم، ولی طبیعت هم خیلی خوشایند است که ما کار کنیم. ولی خودت چقدر اونس داری به این کار؟ بسیار زیاد اونس دارم. من بیشتر کار میکنم با طبیعت و دوست دارم از طبیعت کار کنم، و حتی بعض اوقات میخوایم لایف برم به شکل زنده از طبیعت، کپی برداری کنم و کار کنم، بعضی کمپوزیشناش تغییر بدم. خیلی دلچسب و عالی میشه. و پیشتر روی عصبانیت گپ زدم، فکر کنم سوالم سر سیار جان خوش نخورد، چوبه تو دول کشیده راسا میشه که نخواهش میکنم. یا او فرق نمیکنه، رو عمدی است. نیم عمدی است، فرق نمیکنه. دست راست هم فکر کنم پای قایق هم یکم سفیدی کلانی که با قیمت خودتوشه که اسکیچ کردین، فکر کنم که درخت است. بله، اون قسمت درخت ها است، صخره ها است کار میکنیم. ما یک چیز متوجه باشن دوستا که مثلا کلا یک قسمت رنگ نپوشانن، باید قسمت های سفید بانن که مو روشنی ها و لایت های است که ما میبینیم که مو باعث زیبایی رسم میشه. اگر ما کلا بپوشانیم رسم با یک رنگ، بازم زیبایی خود را از دست میده. بله، تصویر حالا فعلا با این خطوطی که خودت کار کردی بیشتر تعریف کننده آب است. بله بله، اگر ما کلا آبی یک نواخت کار کنیم، بازم زیباییش از دست میره و از بین میره. ما این قسمت پس همون سایه ها را با این رنگ ها نشان میدیم که در روی آب افتیدن، انعکاساتش است. ریسمانش کجاست؟ ریسمان کار نداره؟ کار میکنیم برش اگر شما خواسته باشین. در این قسمت یک یعنی نصبش کردین دیگه. و این قسمت درخت ها را کار میکنیم. آب ما کم شد کدام تا نبریشم. آب تیز نشه نبریش. آفرین، با دو فکر دزدی افراد رفتیم، دزدی افراد هم زیاد شده نه؟ دقیقا. حالا آب نبریشم.
درخت ها رو ما از رنگ قهوه‌ای میتونیم کار کنیم. بیشتری قسمت شاخ و برگ ها رو کار میکنیم. خب شاید تصویر با حالا که کار میکنین شاید خیلی زیاد و چیزی که میخواین را تعریف نکنم، اما 80-70% باید نزدیک به طبیعت باشه. طبیعت و هدفی که دارین باید باشه. دقیقه. هنرمند زمان کار میکنه در ذهن خود خیلی یک تصویر بالا میداشته باشه، ولی کلن 100% از اون ذهن خود، از اون تصویری که در ذهن خود جور میکنه نمیتونه بر روی کاغذ یا بر روی کنواز بیاره، ولی اقلا 60-70% هم که از ذهن خود را انتقال میده روی کنواز، اما هم بازم زیبایی خود را داره. این سمت مقبول شده و سمت دیگه شانوز مانده. این قسمت را با این رنگ ها و با این قسم خطوط میتونیم پر کنیم. چرا از این رنگ استفاده کردی سیار؟ درخت هایی از تقریبا به می رنگ هاست. ما میتونیم از رنگ سبز هم استفاده کنیم و از این رنگ هم استفاده کنیم. ما در وسطش میتونیم باز رنگ های سبز هم استفاده کنیم. درخت خوشگوره معلوم میشه باز. رنگ سبز هم استفاده میشه در وسطش. ولی بعض قسمت هاش باید از این رنگ باشه. که رنگ سبز صورتش خوب بشینه. بله. بله حالا جذابیتش کمه. بیشتر و بهتر میشه. هر قدر ما بیشتر کار کنیم همقدر زیباییش بیشتر میشه. کدام رسامیت هم هست که زمانگیر شده باشه، کار زیاد کرده باشه روش؟ او قدر زمانگیر نشده، اما حد اکثرش یک روز یا دو روز شده. به صورت کامل کار کرده باشه؟ به صورت کامل. نقاشی او هم نقاشی رنگ روغن بوده، تابلوش سایزش بزرگتر بوده. درست. یک دانه اثر تا به ما توفه بده که من در خانه بسته‌بندی کرده بگذارمش. حتما، چرا نه؟ مثل داستان پول نشه که باز ما میفروش میشه اگر دیدم قیمتش بالا رفت. حتما. ولی اثر که خوبش باشه و زیبا باشه باز امو ارزشی هست که خود آدم نگاهش کنم با وجود از اینکه با قیمت خوب فروخته شده. یک از رسام‌های جوانم در برنامه داشتم گفتن که چند رسامی خدا که آورده بود اعلام کرد که اگر ما او را به فروش برسانم شاید به فروش برسم، با اکثرا کوشش میکنم نگه دارم، چرا که یه اثرهایی است که خودم ایجاد کردیم و بسیار دوستشان دارم، زیاد زحمت کشیدیم رویشان. بله، بیشتر هنرمندا می قسمت رسم هایی که میکشن نمیخواین بفروشن و اگونس می داشته باشن با کارهای خود، میخواین کارهایشان همیشه پیش خودشان باقی بمونه. ولی بعض هنرمندا هست مجبور هستن و همی کارشان است که باید بفروشن تا زمو منبع پولی شود تا دوباره بتانن وسایل بگیرن و کار کنن. درست است. ولی کسی که مجبور نباشه، هنرمندی که مجبور نباشه هیچگاه هنر خود را بفروش نمیرسه و نمیخواه هنرش بازاری شود. خب این برمیگرده به خود سلیقه فرد. هم سلیقه است و هم اقتصاد خیلی رول داره مهم است. که اگر اقتصاد هنرمند خوب باشه دیگه با ضرورت نداره که هنر خود را به فروش برسانه. درسته، درست. هر کمک کار است که ما بهم کمک. نه نه، تقریبا تقریبا دیگه رو به پایان است. پایان است. بسیار تصویر فوق العاده آمد. موی قسمت های پایینش هم از این رنگ ها میتونیم استفاده کنیم که شکل زمینه به خود بگیرم. برجستگی زمین هم فهمیده شد. بله. و در پهلویش از رنگ سبز استفاده میکنیم تا مو گیاه و سبزه هایی که در این قسمت ها هست مشخص شد. خب نحوه کشیدن خطوط هم در رسامی بسیار مهم هست. دقیقا. که باید شما اگر مرد امیر بتن به همین قسمت که شما کشیدین را بر سبزه ما شاید نتانم. کدام قسمت را چیگونه باید ما خط بزنیم. کمی خط ها است نماینگر هر قسمت را، با این خط ها ما میتونیم خیلی خوب واضح بسازیم. در تصویر کاملا میبینیم که چقدر رسم فوق العاده آمدی. تصویر ما همه چیز را داریم در تصویر مشخص باید بسازیم بیشتر. همین از تصویرش مجسم کنیم پیشتون که
امیر زادم تصویر مجسم بکنه که در این فضا باشه سیار جان. یک فضای آرام، سبز لذت ببری، همه صدای آب، همه آزادی. جالب شد. تقریبا دیگه رسم ما تمام است. درست. خسته نباشی سیار جان. سلامت باشی. بسیار تصویر مقبول، هم سبزه هم همه جزئیاتی که نیاز بود را با هم یک جا دیدیم که سیار جان رسم کردن. چی مانده سیار جان؟ همین قسمت همین پرنده ها را میتونیم خیلی روشن کنیم. آه پرنده ها را. بسیار مقبول شد. بله حالا فضا به صورت کامل فهمیده میشه. در تصویر شما بهتر میبینین و تصویر براتون کامل واضح هست که چی ترسیم شده. خب اگر اسکیچ نکنید برای فردی که تازه کار میکنه چقدر زمان میبره؟ کسی که تازه شروع میکنه و تازه کار میکنه اسکیچش یک کم مشکل است برش اسکیچ کنن، تقریبا دمو نیم ساعت تمام میشه. بسیار تشکر سیار جان از اینکه در استودیو با ما بودین و تصویر بسیار فوق العاده کشیدین. تشکر. انشاءالله در برنامه بعدی و روز چهارشنبه بعدی هم بیدار شوید. سلامت باشید. بسیار تشکر. بسیار تشکر از همراهی شما هم که تا این دم با ما بودین. حالا بریم سراغ یک وقفه، بعد از برمیگردیم دوباره هستیم خدمت شما.